سلام، اینجا درنگ و ما با نقد و بررسی سریال جوکر با شما هستیم. جوکر نام جدیدترین سریال نمایش خانگیه که از 16 آذر 1400 پخش اون آغاز شده. یک ریالیتی شو مفرح و شاد که بسیار بیشتر از سطح انتظار ظاهر شده و تونسته مخاطبین زیادی رو برای خودش جمع کنه. تا انتهای ویدیو همراه ما باشین تا به بررسی این تیوی شو موفق بپردازیم. در فصل اول سریال جوکر بازیگران مطرحی حضور دارند که با یکدیگر بر سر نخندیدن رقابت می‌کنند. در این میان سیامک انصاری چهره ثابت مسابقه است. مسابقه همون ابتدا تکلیفش رو با مخاطب روشن می‌کنه و در ابتدا این توضیح به تماشاگر داده میشه که جوکر نسخه ایرانی مسابقه به نام داکیومنتاله که ایده اون مربوط به یک کمدین ژاپنیه. قسمت اول مسابقه جذاب و سرگرم کننده پیش میره و مخاطب رو به خنده میاندازه. رقابت خنده‌دار بر سر جایزه 100 میلیونیه. فضای جوکر مانند یک خونه طراحی شده که به شرکت کننده ها آزادی عمل میده و دکور رنگارنگ خونه نیز به اون زیبایی داده. مسابقه با حضور 8 کمدین یعنی امین حیایی، سام درخشانی، امیر مهدی ژوله، هومن حاجی عبداللهی، غلامرضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، امیر کاظمی و سهیل مستجابیان شروع شده. کمدین ها باید سعی کنن به روش های مختلف دیگران رو به خنده بندازن. اولین خنده یا لبخند یکی از فرصت‌های اونها رو می‌سوزونه و دومین خنده باعث حذفشون میشه. جایزه برنده جوکر 100 میلیون تومانه. تلاش کمدین‌ها برای اینکه جدی باشن در حالی که در موقعیتی خنده‌دار مانند تماشای استنداپ یا ادا اطفارهای یکی از رقیباشون هستن، لحظات بامزه‌ای در برنامه ایجاد می‌کنه و این تضاد مخاطب رو به خنده میندازه. میزان بامزگی مسابقه بستگی به کیفیت ایده های شرکت کننده ها برای خندوندن رقیباشون داره. در قسمت اول شرکت کنندگان خوب پیش رفتن و شاهد رقابتی مفرح و بامزه بودی. منتها روایت شرکت کنندگان از اتفاقی که میفته، عملکرد خود یا رقبا، سرعت مسابقه رو کم و تماشاگر رو از حال و هوای مسابقه خارج میکرد. بنابراین بهتره که روایت ها کمتر و کوتاه‌تر باشه. حالا قواعد و موضوع برنامه جوکر چیه؟ مسابقه جوکر یک گرداننده و مجری یا میزبان داره. در هر فصل اون 8 هنرمند 6 ساعت زمان دارن تا در یک خونه مجهز با تمام امکانات با برنامه‌های مختلف یکدیگر رو بخندونن و از بازی حذف کنن بدون اینکه خودشون بخندن. به همین سادگی و بامزگی. فضای کلی اتاق که شرکت کنندگان در اون حضور دارن و مسابقه در اون انجام میشه، طراحی شبیه فضای خونه داره و دارای اتاق نشیمن و آشپزخونه است. در کنار اتاق شرکت کننده ها یک اتاق اکسسوار و گریم نیز وجود داره. شرکت کننده ها در طول بازی هرگاه که بخوان به این اتاق میرن و ابزاری از اونجا با خود میارن و یا تغییری در ظاهر خودشون ایجاد میکنن تا بتونن با اون دیگرون رو بخندونن. برنامه یک میزبان داره که نقش داور مسابقه رو هم ایفا میکنه. اون یک اتاق جداگانه با فضای شبیه به اتاق مانیتورینگ داره که حین مسابقه در اونجا مستقر میشه و شرکت کنندگان رو زیر نظر میگیره. میزبان هر کجا خنده یکی از شرکت کننده ها را از مانیتورهای اتاق خودش مشاهده کنه، با دکمه قرمزی که جلوش قرار داره بازی رو متوقف میکنه. سپس به اتاق بازی میره و با نشون دادن صحنه آهسته خندیدن شرکت کننده خاطی رو جریمه میکنه. بعد از اون دوباره به اتاقش برمیگرده و با دکمه سبز ادامه مسابقه رو اعلام میکنه. در واقع شما با نخستین VAR ایرانی هم مواجه خواهید شد. در این میون هر شرکت کننده‌ای که بخنده بار اول کارت زرد میگیره و بار دوم با کارت قرمز جریمه و از اتاق اخراج میشه. هر شرکت کننده یک فرصت ویژه با مدتی محدود نیز در اختیار داره که هر زمان خواست میتونه از اون استفاده کنه. در این فرصت دیگران باید کاملا به اون توجه کنن و اجازه هیچ کار دیگه‌ای نداره و فرد در این مدت اجرای ویژه‌ای انجام میده تا دیگران رو بخندونه.
اما نکته مثبت برنامه جوکر، مهمترین ویژگی که باعث محبوبیت این مسابقه شده اینه که بازیگرا در اون به صورت بداهه و بر اساس خلاقیت‌های فردی تلاش می‌کنن تا دیگرون رو بخندونن. این تلاش برنامه‌ریزی نشده اغلب با واکنش‌های ناخودآگاه همراهه که تماشای اون می‌تونه برای تماشاگرا جذاب باشه. ترکیب چهره‌های سینما و تلویزیون و فضای مجازی می‌تونه بر جذابیت‌های این مسابقه بیفزایه. و حالا نکات منفی برنامه جوکر. مانند اغلب ساخته‌های این روزهای تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، جوکر هم یک کپی تمام عیار از برنامه‌های خارجیه که جذابیت‌های نافذ اون گرفته شده و صرفاً شوخی‌ها در فضای ایزوله به مخاطب عرضه میشه. هرچند که برخی از اونها ناخودآگاه باشن و بتونن مخاطب رو بخندونن. واکنش‌های اغراق شده شرکت کنندگان در مسابقه به برخی اتفاقات مسابقه بیش از حد معموله و صرفاً برای اضافه کردن هیجان کاذب به مسابقه برنامه‌ریزی شده. و در آخر همونطور که اشاره شد، مسابقه جوکر از یک ایده خارجی کپی برداری شده و به دلیل محدودیت‌های ساخت برنامه در ایران بسیاری از ویژگی‌های جذاب اون حذف یا تغییر کرده. با این حال هنوز هم هسته سرگرم کننده این ایده در نسخه ایرانی وجود داره که به نظر میرسه تونسته رضایت تماشاگرای ایرانی رو به همراه داشته باشه. برنامه جوکر عالی نیست، اما در مقایسه با دیگر تولیدات سطحی این روزهای تلویزیون و شبکه نمایش خانگی وضعیت بهتری داره.